سلام دوستان عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا هستید جور و صحتمند باشید. امروز آموزش کیک سالگره کودکان یا کیک تولد داریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم: 4 دانه تخم مرغ، 200 گرم شیر، 200 گرم شکر، 200 گرم روغن، 300 گرم آرد، 1 دانه پاکت وانیل، 1 پاکت بیکرین پود. 4 دانه تخم مرغ در 1 دانه ظرف می‌ریزیم. با میکسر حدود 5 دقیقه تخم مرغ را می‌زنیم. دویست گرم شکر داریم که حدوداً یک گلاس میشه، اضافه میکنم. با میکسر میکس میکنیم. کمی باید شکرم بزنیم تا دانه های شکر حل شود. دویست گرم روغن یا یک گلاس روغن میشه، اضافه میکنیم. یک پاکت وانیل داریم، اضافه میکنیم. سیصد گرم آرد یا دو گلاس آرد اضافه میکنیم. فعلا یک دانه گلاس آرد اضافه کردم. یک پاکت بیکرین پودر باز میکنم و با آرد قد میکنم. و آرد علک میکنم. با میکسر مواد مخلوط میکنیم. دویست میلی لیتر شیر یا یک گلاس شیر که من الان نصف شیر اضافه کردم و مخلوط میکنم. یک لیوان آرد بقیه اضافه میکنم. بقیه نیم گلاس شیر اضافه میکنم و با میکسر دوباره مواد مخلوط میکنم. همینطور که میبینید مواد کیک ما به این حالت در آمده. روی ظرفی که میخوایم کیک پخته کنیم چرب میکنیم و مواد کیک داخل قالب می‌ریزیم. داشت دوستان از قبل روشن می‌کنین در دمای 170 درجه و کیک داخل داش می‌مانیم به مدت 50 تا 55 دقیقه پخته شود. بعد از 50 یا 55 دقیقه کیک امتحان میکنیم با یک دانه خلال دندان. همینطور که میبینید در خلال دندان چیزی از مواد کیک نچسبیده، پس کیک ما کاملا پخته شده. کیک میمانیم سرد شوه. بعد از اینکه سرد شد دور کیک با چاقو برش میدیم که از قالب سوا شوه. دوستان عزیز، حالی من روی کیک برآمدگی شیره برش میدم تا کیک ما صاف شود و کیک از مابین دونیم میکنم.
یک قسمت رویش را ور می دارم و در یک ظرف خامه هایی که برای زی کیک لازم داریم داخل ظرف می ریزه. ما حدوداً 5 دانه از این قوطی ها که هر یک دانشی 200 میلی لیتر در این ظرف می ریزم. سه قاشق غذاخوری پودر شکر اضافه میکنم برای شیرینی خامه. با میکسر خامه را میزنیم تا خامه ما فرم بگیره. دوستان عزیز، همینطور که میبینید خامه یا قیماق کم کم سفت شده و داره فرم میگیره و موقعی که داریم میبینید داریم میزنید قشنگ جای ازی همزن روی ازی خامه معلوم میشن. دوستان عزیز، الان خامه ما فرم گرفته و به این شکل خامه شما بسیار عالی هستن. مربای آلبالو یا گلاس داریم روی از این کیک نیمش هستم. ما بنچیره ما با مربای آلبالو یا گلاس یا هر مربای دلخواهی که در خانه داریم میمالیم. دوستان، فکر شما باشه که قسمت ما بین کیک فقط مربا میخوره و لبه های کیک مربا نزنه. کیله را به شکل حلقه‌ای بسیار نازک بروش میدیم. و روی از این مربا یا کیک میچینیم. خامه ای که زدیم روی از این کیک پن میکنیم. کل روی کیک ما خامه مالیدیم و نیمه دوم کیک حالی رویشی میمانیم. دوباره از او خامه های زده یا قیماق زده را روی کیک میریزیم و خامه یا قیماق پخش میکنیم. دوستان عزیز، همینطور که میبینید خامه یا قیماق زده را روی کیک بازی کاردک پن میکنیم و گوشه هایی که کمی کمتر داره با کاردک دوباره رویشی خامه یا قیماق می‌ریزیم و عوار می‌کنیم که سطح خامه ما یک دست شود. قسمت بغل کیک همینطور که می‌بینی خامه را هم داخله قیف انداختم و بغلای کیک خامه میمالم. حالی با از این کاردک که مینگرین بغلای کیک من خامه را پن میکنم. دوستان عزیز، همینطور که میبینی خامه گرفتن دور کیک کمی با سرعت بالا برای شما ویدیو گرفتیم به خاطر اینکه زمان ویدیو خواستیم کوتاه‌تر شود. همینطور که میبینید ما چه رقم خامه دور کیک میمالیم. دوستان، موقع خامه گرفتن
کوشش کنید که همه اطراف کیک یک برابر خامه داشته باشه. دوستان عزیز، برای اینکه بغل کیک صاف کنید، با یک دست خو صفحه غلطانی زیر کیک تکان میدیم و با دو دست دیگه مو که کاردک یا یک مقوا یا هر چیزی که باشه که صاف باشه در بغل کیک میگیریم و با حرکتی که کیک میخوره بغل کیک ما صاف میشه و از خامه های اضافه شده میگیره. دوستان عزیز، حال خامه کیک ما تیار شده. کلن خامه مالیشی. مقدار خامه ای که داشتیم ما برای روی کیک در 3 کاسه 3 تقسیم میکنیم. رنگ آبی را بیشتر خامه یا قیماق میریزیم و رنگ آبی بهش اضافه میکنیم. در این کاسه دیگر رنگ قرمز اضافه میکنیم و همطور که میبینید خامه بسیار کمی لازم داریم. و در این ظرف رنگ زرد اضافه میکنیم و خامه بسیار کمی لازم داریم. با قاشق رنگا را با خامه مخلوط میکنیم که کل خامه ما رنگ بگیره در خود. همینطور که میبینید خامه یا قیماق ما رنگ زرد شده و حالی رنگ قرمزش تیار کردیم و حال رنگ آبی را با قیماق یا خامه مخلوط میکنیم. 3 رنگ برای روی کیک تیار کردیم. پنجا گرم شکلات کاکائویی داریم. در یک دنه ظرف میریزیم و 2 قاشق شیر اضافه میکنیم. رو حرارت بسیار ملایم میمانیم که شکلات ما آب شود. تا وقتی شکلات آب شود کیک داخل یخچال میمانیم. دوستان عزیز، کیک حال از یخچال در آوردیم. برای اینکه شکلش جور کنیم از قسمت مابین کیک کمی بالاتر ما یک خط مندازیم. میتور که میبینید دوباره از قسمت مابین دوباره پایین تر یک خط دیگه ایجاد میکنیم. کیک از مابین دونیم دوباره یک دنه خط ایجاد میکنیم. برای چشمایی از این با یک دنه حلقه گرد 2 دنه چشم جور میکنیم. برایشی با یک دنه خلال چوب و برای از این شکل کمره جور میکنم. حالی دانچی را یک دنه خط میکشم. و حالی برایش زبان جور میکنم.
برای از این پیشک ما حالی بروتایش را جور میکنم یا سیبیلایش را. دوستان عزیز، شکلات یا کاکائویی که گرم کرده بودیم ماندیم که سرد شده. بعد از چند دقیقه داخل یک دانه پلاستیک منداختم و با قیچی یک دانه سلاخ بسیار خرد جور کردم و قسمت هایی که با خلال دندان و چاقو شکل داده بودیم اونا را کاکائو میمالیم. دوستان دقت کنید، کلن همون قسمت هایی که شکل داده بودیم همون قسمت ها را فقط کاکائو بزنیم. دور چشم حالی و پشتر دانچی و زبانچی را ما کاکائو زنیم. قسمت های بروت پیشک ما با کاکائو ختم میکنیم. و حال قسمت پایینه ازی و حال قسمت کمشی را ختم میکنم. قسمت ما بین چشم شرم با کاکائو ما پر میکنیم به صورت گرد. دوستان عزیز، خامه قرمز داخل یک دنه قیف انداختیم و همینطور که میبینید قسمت های زبانچه را ما قرمز کردیم. بسیار سلاخ یا شکاف خرد جور کنید که موقعی که خامه بر میشه به صورت نقطه‌ای در روی ازی خامه بمانیم. همینطور که میبینید قسمت کمربند از این پیشک رنگ قرمز میشه. دوستان عزیز، شما میتونید این کیک تولد برای فرزندان دلمندتان جور کنید. بسیار آسون است و میتونید در خانه خودتان تیار کنید. خامه سفید که رنگی نداره داخل قیف انداختم. همین خامه که روی کیک و اطراف کیک مالیدیم است داخل قیف انداختم و قسمت چشم از این پیشک ما با خامه سفید که به حالت نقطه‌ای است پر میکنیم. حالا قسمت های روی از این پیشک ما با خامه سفید به صورت نقطه‌ای پر میکنیم. دوستان توجه کنید که در قسمت هایی که کاکائو داره شما خامه نزنید. و قسمت بالای سر ازی رنگ آبی میشن. که با خامه رنگ آبی ما داخل قیف انداختیم و به صورت نقطه‌ای داریم پر میکنیم.
دوستان عزیز، همینطور که میبینید این خامه ای که برای شکل دادن روی از این کیک تولد ما استفاده میشه بسیار خامه کمی لازم داره که به صورت نقطه‌ای و بسیار کم خامه را روی کیک میمالیم. عالی، قسمت ما بین بروتای از این پیشگم خامه میزنیم و حواسمون هسته که در قسمت هایی که کاکاو هسته ما خامه نزنیم تا بروتایش خوب معلوم شود. و حالا قسمت پایین کیک ما دوباره با رنگ آبی پر میکنیم. همینطور میبینید در آخر قسمت شکل پیشک رسیدیم و قسمت های آخرم رنگ آبی پر میکنیم و کار ما به اتمام میرسه. دوستای عزیز، روی کار تمام شد، شکل پیشک ما جور کردیم و حال در قسمت های بغل کیک من داخل یک دنه قیف که شکاف کمی کلانتری جور میکنم و خامه را به این فرمی که شما میگرین رویشی شکل میتونم و تزیین میکنم. بعد از اینکه با خامه سفید جور کردیم و حالی با یکی در میان قسمت های خالیش را با خامه آبی فرم میدیم. دوستان عزیز، همینطور که دیدین کیک تولد کودکان به این آسانی در خانه جور کردم. شما دوستان هم میتونید در خانه برای اطفالتان درست کنید، امتحان کنید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتان آمده لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را داشته باشید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و چینل من را به دوستانتان معرفی کنید. تشکر از شما دوستان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.